به نام خدا. سلام بر همراهان آوای ایران. در این بسته خبری تحلیلی با دو خبر همراه شما هستیم. پیشنهاد 70 کارشناس نظامی ایران برای مقابله با تهدیدهای هوایی اسرائیل و بستری شدن استاد شجریان در بیمارستان. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو، اگر عضو کانال آوای ایران نیستید، روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و علامت زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. با گذشت چند هفته از انفجار در تأسیسات نظامی خجیر در شرق تهران و تأسیسات هسته‌ای نطنز در اصفهان، هنوز علت این انفجارها اعلام نشده است. مقام‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی ایران حاضر نیستند درباره این دو انفجار توضیحات روشنی ارائه کنند. این سکوت منجر به طرح تحلیل‌ها و گمانه‌های مختلفی درباره علت وقوع این انفجارها شده که یکی از آنها امکان یا احتمال حمله موشکی اسرائیل به این تأسیسات است. در انفجار اخیر بیروت هم گمانه‌های مبنی بر اینکه علت انفجار حمله موشکی اسرائیل بوده نیز مطرح شده است که کارشناسان نظامی با بررسی فیلم‌ها این ادعا را رد کردند. هرچند اسرائیل نیز دست داشتن در این انفجار را رد کرده بود، اما درباره دو انفجار اخیر در تهران و اصفهان نه اسرائیل و نه ایران تاکنون درباره این گمان یا تحلیل اظهار نظر روشن و مشخصی نکرده و ترجیح دادن در تایید یا تکذیب احتمال حمله موشکی یا پهپادی به این دو محله استراتژیک سکوت کنند. فارغ از این گمانه ها و چرایی سکوت دو طرف، بررسی امکان حمله هوایی اسرائیل به ایران موضوع قابل تأمل است که فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک در شماره تابستان سال جاری خود در مقاله‌ای با عنوان راهبردهای مقابله با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به بررسی این موضوع پرداخته است. در مقدمه این مقاله پژوهشی، توان نیروی هوایی اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و جزئیاتی از این توانمندی‌ها شرح داده شده است. این مقاله با جمع‌بندی نظرات 70 متخصص نظامی، نخستین و مهمترین عامل در مقابله با تهدیدهای هوایی اسرائیل علیه ایران را عنصر رهبری در جمهوری اسلامی اعلام کرده است. دومین عامل بازدارنده در این مقاله بهره‌گیری از نیروهای مقاومت حزب الله و گروه‌های جهادی همگرا اعلام شده است. کارشناسان استفاده از توان نیروی قدس سپاه پاسداران و بهره‌گیری از آسمان سوریه و لبنان به منظور مقابله با تهدیدهای هوایی اسرائیل را از دیگر عوامل بازدارنده تهران معرفی کردند. کارشناسان نظامی در این تحقیق توان جنگ دوریستا، عملیات شبکه محور، توان هوایی بالا، خود تکایی صنایع نظامی، توان جنگ روانی و انگیزه و روحیه نظامیان را از مهمترین نقاط قوت اسرائیل در حمله هوایی به ایران دانستند. آنها همچنین گفتند که دسترسی به فناوری هوایی بروز جهان، آموزش و ذخیره نیروهای انسانی و استفاده از شبکه کنترل و فرماندهی را از دیگر نقاط قوت اسرائیل در حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی می‌دانند. این کارشناسان همچنین پیشنهاد کردند جمهوری اسلامی به منظور تقویت نقاط قوت خود برای مقابله با حملات هوایی باید از قدرت هوشمند علیه اسرائیل استفاده کند. آنها گفتند جمهوری اسلامی باید برنامه ریزی، طراحی و اجرای رزمایش‌های موشکی و هوایی متعدد با شبیه‌سازی نقاط حساس و حیاتی اسرائیل را در دستور کار خود قرار دهند. در این مقاله همچنین توصیه شده است جمهوری اسلامی باید مراکز حیاتی اسرائیل را از طریق تقویت سیستم موشکی دوربرد به خطر بیندازد. در بخش دیگری از این پیشنهادها از جمهوری اسلامی خواسته شده است در صورت حمله اسرائیل، سنگرهای اجتماعی تل آویو را با موشک مورد هدف قرار دهد تا از این طریق آستانه تحمل مردمش را پایین بیاورد. در این مقاله تقویت توان موشکی نیروهای حزب الله از طریق تجهیز موشک‌های کوتاه و میانبرد به عنوان یکی دیگر از عوامل بازدارنده جمهوری اسلامی نام برده شده است. تقویت ساختارهای سازمانی سامانه‌ها و تجهیزات آفند و پدافند و چابک‌سازی و اجرای عملیات‌های ویژه هوایی با بکارگیری ریزپرنده‌های انتحاری از مبدأ سرزمینی نیروهای مقاومت علیه مراکز حیاتی حساس و مهم اسرائیل از دیگر پیشنهادهای مطرح شده کارشناسان در این مقاله تحقیقی است. این مقاله تحقیقی در شرایطی منتشر شده است که فرماندهان سپاه پاسداران و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر
بارها اسرائیل را تهدید به حملات نظامی کردند. این تهدیدهای لفظی در یک سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند، به ویژه از زمانی که گزارش‌های متعددی از حمله هوایی اسرائیل به مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها ادعا کردند که توان مقابله با حملات هوایی اسرائیل را دارند، اما دو سال پیش یک روزنامه کویتی در گزارشی ادعا کرد که دو جنگنده F-35 اسرائیلی بدون رهیابی شدن توسط سامانه دفاع هوایی جمهوری اسلامی وارد آسمان ایران شدند. این روزنامه نوشته بود که این جنگنده ها اهدافی در بندرعباس، اصفهان و شیراز را شناسایی کردند. انتشار این خبر در زمان خود جنجال‌های بسیاری به همراه داشت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشدند چنین گزارشی را تایید کنند. همانطور که تاکنون حاضر نشدند گزارش‌ها درباره نقش احتمالی اسرائیل در انفجار خجیر و نطنز را مورد تایید قرار دهند. محمد رضا شجریان صبح امروز با انتقال به بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. به گزارش ایسنا، محمد رضا شجریان که فروردین ماه امسال پس از گذراندن دوره چند ماهه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع بر اساس آنچه اعلام شد با حال عمومی مناسب و مساعد و شرایط قلبی و عروقی و ریوی پایدار از بیمارستان ترخیص شده بود، بار دیگر امروز شنبه 25 مرداد ماه در این بیمارستان بستری شد. بیمارستان جمع در اطلاعیه‌ای در این زمینه آورده است: در راستای اطلاع رسانی به مردم هنردوست و همیهنان عزیز به استحضار می رساند. استاد عزیزمان امروز با افت سطح هوشیاری، افت فشار خون، شوک سپتیک در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع بستری شدند و تحت نظر تیم پزشکی می باشند. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در توییتی درباره آخرین وضعیت استاد آواز ایران از زبان دکتر حسن عباسی پزشک معالجه ایشان نوشت: دلیل اصلی بستری شدن امروز استاد به خاطر شوک سپتیک حاصل از گسترش عفونت بوده که به افت سطح هوشیاری نیز منتهی شده است. محمد رضا شجریان در پیام ویدیویی برای تبریک نوروز 1395 با چهره‌ای دگرگون و موهای بسیار کوتاه حاضر شده بود. برخی سایت‌ها از ابتلای او به سرطان کلیه خبر دادند. او در این پیام اعلام کرد: خود من هم با یک مهمان 15 ساله‌ای سال هاست که آشنا هستم و با همدیگر دوست شدیم و الان هم من به خاطر همان اینجا ایستادم و طبق دستور ایشان موهای سرم را هم کوتاه کردم و چند وقت دیگر هم در اینجا هستم، چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم. برای اینکه با این میهمان بتوانیم به تفاهم برسیم. به تفاهم که رسیدیم راه میافتم، میایم به سراغ شما هم میهنان عزیزم و کارهای هنریم را دنبال خواهم کرد.